دیگه هم اضافه بشن. آقا کسی نیومد توی دایرکتتون بگه نه بس نکن فلان دستانا؟ والا من لایف که زیاد میذارم و یعنی میذاشتم و زیادم میمادم میگفتن بس نکن فلان، مهم نیست. و بحثی که بود، من سوالم اینجا بود که کسی از علمای سلف شیعه ما قبل خلاصه قرن حاضر بودن، امثال علامه مجلسی، شیخ انصاری، شیخ طوسی، اینها کسی از کلمه مقدسات استفاده نکرد که مقدسات؟ ما وقتی قرار شد که همین کیفی رو، نه الان بهتون میگم خدمتتون، مشکل نداره. ما وقتی قرار شد که کیفی رو مد نظر قرار ندیم، طبیعتا اسم علما رو هم نمیاریم. بله خب، نه ما طیفمون رو گفتیم که طیفمون از هم جدا نکنیم، اینکه ما نخواهیم به اختلاف بندازیم، ولی برای استناد به روایات مخصوصا مبحث لعن، اینکه دیگه اصلا باید به گفته های و معلولات که روایات آوردن استناد بندازیم، نمیشه استفاده کردن نظرات شخصی رو بحث کنیم. اینکه استفاده کردن یا نکردن بحث دیگه ایه، من دارم با شما پیرامون موضوعی صحبت میکنم که قید زمان رو روش کاملا مؤثر میدونم. من اگر در زمان فعلی نبودیم، شاید با شما خیلی عمقیده تر بودم تو خیلی مسائل. من میگم فقه، تشیع، پویا، رکن زمان خیلی توش تأثیر گذار هست. همون علمای سلف ما هم یکی از سوالای ما هست، واقعا عجیبه که شما نگاه کنید زمان شیخ طوسی و شیخ انصاری اصلا. بله خب همین سوالم، یکی از سوالات ما همینه که رحمت الله علیه ما چرا زمان اونا با این تقیه بیشتر برای رعایت میشد و حکومت شیعه نبوده و شیعه در قدرت نبوده، و الان که شما که دیگه میگید حکومت دست شیعه است و ما داریم مثلا صادر میکنیم به جهان تشیع رو، خب چرا ما تو کشور خودمون نمیتونیم حرف از عقاید خب شما به چه درد میخوره؟ در تشیع تقلید از میت جایز نیست، میدونید دیگه. خب بحث تقلید از شیخ انصاری و اینجا نیست، برای باید در بیته که مراجع فعلی و قریب به علمیت الان همگی قاطبتا نظرشون این هستش که آقا این کار در حال حاضر نشود. چطور اونا رو اهمیت بدیم اینا رو اهمیت ندیم؟ این بحث هم اختلافیه، این بحث هم اختلافیه. خب باید تو خود بحث میگن نه، یه دی میگن آره، تو خود بحث باید بیایم در موردش صحبت بکنیم. اما من حالا یه بحث دیگه ای دارم صرف نظر از اینکه اینا چی میگن اونا چی میگن، با هم لغوی در مورد صحبت میکنیم. شما وقتی که یه لفظی رو به کار میبری، مد نظرت میتونه یک مجاز باشه، یک حقیقت باشه. وقتی مقدس میگی، اگر مد نظرت بتونی به مخاطب برسونی حقیقتش منظورته، دیگه نمیتونی بگی مقدساتش شیطان پرستان. ولی وقتی اطلاق رو به کار میبری، بی قید به کار میبری، هر مقدسی منظورته، حتی مقدسهای علکی، مقدسهای مجازی، مقدس معابی ها، تندروی ها، گمراهی هایی که فکر میکنن در جهل مرکبن و فکر میکنن مقدسه، در اون صورت چه اشکالی داره شما لفظ مقدس رو بکنید؟ یه وقت هستش همه میدونن و این جمله‌ای که من دارم به کار میبرم صرف مجازه. وقتی من مثلا الان فرزن الان اگر منی که من حسین مرعشی بیام خدمت شما عرض کنم حضرت عمر، اونایی که دارن لایو رو نگاه میکنن میخندن، یعنی میدونن که من اینو به عنوان تعلن و تمسخر گفتن. ولی یه وقت نه، که حرام میکنه، حکم حکومت میده و میاد اعلام میکنه ام المومنین عایشه. این مثال اصلا نمیشه اینو شوخی گرفت، این اصلا دیگه مجازی درش داره به کار، این تمام حقیقته. وارد این مثال ها نشدیم که ما داریم الان این منم گفتم شما حالا اینو میگید این مجازه. خب وقتی شما شیعه هستی میگی مقدسات شیطان پرستا، همه میفهمن شما داری مجاز به کار میبری. اگه شیعه نبودی جای دیگه حرفی در تایید مقدسات شیطان پرستان نزده باشن. خب وقتی شما شیعه هستی یعنی شیطان ام المؤمنین شیطان چهار تا اصطلاح و پیشوند و بسان براش به کار ببرم، ازش متن کنم و قرائن و شواهد دیگه ای باشه که مشخص من اینو دارم، از نه از رو تمسخر نیست، از روی مجاز نیست، حقیقت دارم اینو، این دیگه برداشت مجاز ازش نمیشه. حالا اینکه بحثی است فعلا داریم حالا زمیناشو میگید شما ان شاء الله جوابی براش آماده بشه اگرم بله بله بنشین شما میگید به اون شکل، من هم به این شکل میگم. حالا موضوع رو میتونیم مشخص بکنیم،
من خودم ابتدا به ساکن همین بحث لعن علنی یا تشکیل حکومت یا همون هرچی شما بخواید قمع زنی باشه نمیدونم این چیز، ولایت فقیه و با هم چندان اختلافی نداریم. اون چه که من خودم بیشتر حساس میدونم و تبعاتش رو به قاطبه جامعه شیعه سرایت داره میدونم، یعنی عرض کنم تبعاتش رو مرتبط با دماء شیعیان میدونم، مرتبط با خودم دیگه، حالا تو بحث باید اینا رو مطرح کنم، الان نمیخوایم بحثش کنیم. این ضرورت بیشتری توی همین بحث بله بحث لعن علن. بله حالا شما اگه من هستم بخدمت همین باشه، خوب همین باشه. بله انشالله من حالا دایرکت که پیام بدید که من به این شکل فراموش نکنم. الان زمانی رو مشخص نکنیم والا الان که شما روزا میتونید خلاصه وقتتون خالی یه شب ها. من شبها راحت ترم، کلن ملت هم شبها راحت ترم، روزه داره روز میخوابن عمدتن. آلی با همون شب انشالله یه فرد شب اگر باشه که خیلی عالی باشه. الان سه شنبه هستش، شب جمعه خوبه؟ پنج شنبه شب یازده شب به وقت ایران. حالا شب جمعه که بخواید جمعه شب باشه یا مثلا جمعه شب؟ خیلی جمعه شب باشه بهتر. عالی. جمعه شب ساعت 11 شب، الان کلیتش رو ببندیم، ساعت 11 شب تو لایو شما یا لایو بنده نمیدونم هر طور راحت. حالا فرقی نداره، شما تو لایو هم بیاد من تو لایو شما تفاوتی نداره. انشالله بس جمعه شب ساعت 11 صحبتی داریم. بله. ببینیم به چه شکل. موضوع هم همون که عرض کردیم دیگه، آیا مثلا تحت این عنوان که به نظر شیعه در حال حاضر لعن به خلفا یا مقدسات اهل سنت درست هستش یا نه با ادله تشیع دیگه؟ حالا اینجا گفتن که 11 شب دیره، نمیدونم حالا دهانیم میخواید بذارید 10 میتونید 10 ساعت نه 11 شب تو ما شبای ما مبارکی که شب بلنده فکر نمی کنم دیر باشه. حالا کلن 11 تا 2 خوبه، 3 ساعت 3 تا لایو میشن مثل ما که مثلا استراحتی هم بکنن بینش دیگه، ساعت 8 اذانه و حالا کسی که طالب بحث باشن و بحث چالشی بشه خودشون میمونن پاش تا ساعت 2 هم طول بکشه میشه 3 ساعت 3 تا لایو، مناسب هم هستش انشالله. حالا 3 ساعت که دیگه خیلی زیاده دیگه، تحمل من چون من به شخصه اصلا افطار که میکنم ولو میشم دیگه میرم. حالا اینم یک ساعت دو ساعتش خیلی تحمل بخواهی دو شبش کنیم، دست ادامه داشت شبش رو اضافه میکنیم که پشت سر هم باشه، هم از حوصله مخاطب خارجه همین که از تحمل ما خارجه. اشاره به معتقدات اهل سنت این که لعن علنی کنیم یا نکنیم، ساعت 11 شب جمعه شب یا شب شنبه صحبت. خیلی خوشحال شدم. فقط بله. جناب مرعشی من خدمتتون بگم بله جوانبی که خودمون رعایت میکنیم عدم ببینید مرور هستش، نه این که بخوام بگم شما الزاما رعایت نمیکنید، خروج از موضوع نداریم، نه به ادب رو برای همدیگه کاملا رعایت میکنیم، اما چالشی چیزی اینا پیش بیاد مشکل نداره، بس هیجانی بشه چالش بالا بگیره، بس به هر حال پیش میاد دیگه تو مناظره و مباحثه و چیزا پیش. اگر صحبتی هست اونم اگر صحبتی هست بنده به شما یا شما به بنده، از من و شما خارج بله. به جای دیگه شما همون بشه. متشکرم. پس ان شاء الله تو جمعه شب ساعت 11 شب ان شاء الله من در خدمت باشه ما... اول بعدیش تو لایو شما باشه یا اول تو لایو شما باشه من میام برمیام تو لایو من بعد لایو فعلا. متشکرم، سلامت باشید، بزرگوارید. یا علی دوستان خداحافظتون، خداحافظ شما، قربان شما. درم خوش شد، فکر نکنم بیشتر از این بتونم صحبت کنم. دوستان درخواست لایو دادن بیان بالا، درخواست لایو زیاده اینجا دوستان دادن بیان بالا، من دونه دونه میارم بالا تموم شه، من دیگه بیشتر از این صحبت کنم تا افطار. من گفتم بذارم یکم وقت بره
سلام علیکم. سلام علیکم. ارادتمندم. حال شما خوبه؟ خیلی مخلصیم. سلامت باشید. من شما ایام بکنم. تاعت عباداتون قبول بشه. ممنونم. لندن چقدر خوبه؟ آب هوای لندن. نه مولا.